اگر پیامبر میخواست که کتاب بنویسد و به امامت علی اشاره بکند علی ازش استدلال میکرد میگفت که ایوحناس دیدید که پیامبر میخواست اونجا امامت من بنویسه و نگذاشتن در نتیجه علی چنین استدلالی نکرده امیرالمومنین بارها و بارها در صحبتهای خودشون مناشده کردند احتجاج کردند به قدیری که صدوده هزار نفر بودند به قدیری که همه اومدن بیعت کردن به قدیری که خود در روایات خود اهل سنت داره بخن بخن لکه ابن ابی طالب از و مولای و مولا کل مؤمنه و مؤمنه قبول نمی کنن نمی پذیرن حاضر نمیشن بپذیرن بعد سوال و اشکال ایشون اینه که اگر پیامبر منظورش امیرالمومنین چرا امیرالمومنین به اتفاقی که نیفتاده استدلال نکردن یعنی وصیت نوشته نشده خیلی جالبه ها وصیت نوشته نشده توقع داشتن امیرالمومنین بیاد بگه مردم دیدین وصیت میخواست برای من بنویسه ننویش بر نذاشتن اون من بودم منظور پیغمبر منظور پیغمبر من بودم, من بودم. بودم. پیامبری بود. که ننوشته منظورش من بودم بیاد به اون احتجاج کنه به اینکه نگذاشتن خب مردم نخواهند گفتش که خدا خیرت بده قدیر ما قدیر چشم. به اون بزرگی رو حاضر نیستیم بپذیریم که دیدیم با چشم و گفت پیغمبر و شنیدیم و نوشتیم و همه نوشتیم حالا الان شما توقع داری که از این بپذیریم که دارم. آره وصیت میخواست بنویسه اسم منو میخواست بنویسه ولی نذاشتن خیلی دانشمنده این آقای ترشابی خیلی همه چیز فهمه اتفاقی که نیفتاده میگه چرا امیرالمومنین به اون وصیتی که پیامبر میخواست بنویسه و ننوشت استدلال نکرد استناد نکرد